Ассалому алейкум, тамошобинони азиз. Хабарҳои муҳимтарини ҳафтаро ба шумо тавассути бахши хабариву таҳлили ҳафта аз тариқи телевизиони Сух мерасонем. Дар студия ба шумо Фархунда Равшанзода. در دوامی هفته اسپیر شده استاده در تالاری مجلس های حاکمیت ناحیه سوخ سسیه نوبتی شورای نمایندگان خلق ناحیه برگزار گردید و در آن مسئله های مهم روز موردی محاکمه قرار گرفتند. تفصیلاتی پر در گزارش مخبرمان. از روی مسئله های بروزنامه سسیه گذاشته شده مسئولان دخلدار برآمد کردند. هر یک مسئله از نقطه نظری تنقیدی از جانب دپوتات ها تحلیل کرده و مورد محاکمه قرار گرفت. در باره چاره ها آید به سرعت بخشیدن به ستانیدن کردیت های از جانب بانک های تجارتی جدا گردیده در ناحیه و مشکلات وابسته به این مسئله رهبران بانک های ناحیه سوخ معروضه کرده باشند. آید مسئله در باره رفت اجرای سه ماهه بودجه محلی ناحیه وارد نمودن تغییرات به تقسیمات و خراجات بودجه مسئولان ساحه اقتصادیات ناحیه سوخ حسابات دادند. به غیر از این در سسیه مسئله های جانانگ نمودن کارهای تشکیل منطقه های خردی صنعتی و تصدیق مبلغ های بودجه تشبثناک در اساس افکار جامعه شکل داده شده است مورد محاکمه قرار گرفت. هنگامی محاکمه نمودن مسئله منزلنک رسانیده دادن مبلغ فوند خیروی سخاوت و کمک دپوتات از اوگروکی حضرت علی سبحان الله نشانوف تکلیف های خود را پیشنهاد کرد. Hafta davomida qabullar o'tkazgandim. Hozir o'qidingiz yoshlar daftariga, ayollar daftariga. Temir daftardan menga bir uchta murojaat tushgan. Bittasi operatsiya deyapti, bittasi uyimni ta'mirlash deyapti. Men ularga javob qaytaryapman. Daftarlarga muhtaram prezidentimiz tomonidan mablag' ajratiladi. Ana o'sha mablag'lardan xat qilib turib, sizlarga ajratib, moddiy yordam o'sha nimaga yordam bera olamiz degan javob xat yozganman. Hozir yoshlar daftariga mablag' ajratilyapti. Ayollarga ajratilyapti, lekin temir daftarlarga ajratilgani yo'q. Endi bu ajratilmasa bu daftarga qayerdan o'shalarga yordam beramiz? به سوال دپوتات که آید مسئله جدا کردن مبلغ به اهالی شامل دفتر آهنین بود رئیس شورای نمایندگان خلق ناحیه پاسخ داد و ذکر نمود که به آنها نیز مبلغ از حساب خزینه سخاوت و کمک جدا کرده می شود. در دوام سسیه آید مسئله های روز دپوتات ها فکر و اندیشه و تکلیف های خیش را بیان کردند. خرسند آورش در آن است که به مسئله های مهم روز دپوتات ها بی فرق نیستند و برای حل مشکل های موجوده رهبران دخلدار را زیر سوال گرفتن آنها البته در حل مشکلات عامل مهم خواهد گشت. با وجود پرزور نمودن کارهای ترغیباتی همان جوانان هنگام اداره کردن واسطه های نقلیات خصوصا در جریان عهد نکاح به قاعده های راه رعایت نمی کنند. در ناحیه سوخ باز یک حالت قاعده و ایران کنی در عهد نکاح معین کرده شد. لوحه تحلیلی مخبرمان جهانگیر صابیروف در همین خصوص. رعایه به قایده را فایده عمر است، اما به معنی این حکمت نه هر کس درست سرفهم می رود. امروز ها در روز عهد نکاح نوجوانان حالت های قانون شکنی هنگام اداره کردن ماشین ها به نظر رسیده ایستاده است. به قریبی از جمعه شهروندان محله نواباد ناحیه سوخ در یک عهد نکاح زیاده از 20 عدد ماشین مشاهده شد. به زم این در کوچه ها حرکت بی‌ترتیبانه رانندگان به حرکت دیگر اتومبیل ها خلل رسانید. در داخل ماشین دختر بچه ها و پسر بچه های بودند که نوکک مکتب را ختم کردن. خدا نگه دارد و اگر صدمه روی دهد کی کفالت می دهد که در داخل ماشین بودگان ضرر نمی بینند؟ چرا پدر و مادران کلید ماشین را به دست فرزندشان می دهند و آنها را به نظارت نمی گیرند؟ رفتار بعضی فرزندان را دیده امروز انگشت حیرت می گزید. خود به خود می گوید که نخواد پدر و مادرشان یگان مراتبه نصیحت نکرده باشند یا گپی آنها به فرزندشان نمی گذرد. مو خودمو من خودت اوریش یخت گلیم کته داتا کورپم بای کته ارمش شدم صد خودتون دوستونو تون نکور یوشو نو تور کور کسی تو در شعبه کارهای داخلی ناحیه سوخ با اشتراک جوانانی که در راه به قاعده راه رعایت نکردند و پدر و مادر آنها پنجگانه محله نواباد مسئله مذکور مورد محاکمه قرار گرفت. سروری شعبه کارهای داخلی ناحیه سوخ قاسم جان رحیم بردیف درباره این حالت ها حرف زده ذکر نمود که در کوچه ها بی آدابانه حرکت کردن این جوانان کار نابخشیدنی است و البته با آنها در اساس قانون چاره دیده می شود. نوار این حالت به پدر و مادر جوانان نمایش داده شد و آنها
از این رفتار فرزندان خود سخت خجالت بودن خود را بیان نموده گفتند که عیب ماست، ما فرزندمان را از نظارت دور گذاشتیم. جانشین حاکم ناحیه سوخ اید مسئله های اجتماعی الهام عبدالمجیدف نیز اید این حالت مناسبت خیش را بیان کرده گفت که به این حالت از پدر و مادران سر کرده تا سرور جوانان محله و ناظر پرافیلاکتیکی عیب دار است. چشم آنها در کجا بود؟ چرا در محلهشان این حالت روی داده است و آنها بیخبرند؟ من دیروز محله مونده توی شده است. در این توی زیاده از 20 ماشین های افتومبیل های شخصی اینا مارک ها قیمت به ها افتومبیل ها خولنگه در زکس اشتراک کردیان و در قطور هوای هم فرزند من هم اشتراک کرده است. من بین نهایت در این وضعیت روحان تشکنه و افتیدم نقص کرنه بین نهایت یک کاری زمان با ناشکری کتساب می حسابم. بسیار فرزندوی امروزه ما معلوم موفقیت و صدور گشته توانسته استودیان این یک خوشبختی ما ماست و لیکن بدبختی ما در آن که ما بسیار ناشکری هم کسب کرده موندم چی به فکرم. من ماشین های اینه بینید حرکت خفزگری ترانسپورت به خولنگی عمل نکردن یک چند صدمه ها اوارده رسان ساست. ما فقط ماشین سواران هم یا که پیادگردان هم میخواستم که قویده حرکت رو مکملتر اموزیم. من واسطه های نقلیات بینندگان عزیز به میدان جریموی وارد کرده شد و البته موافق قانون با آنها جریمه کرده می شود. لیکن همین را اندیشه کردن لازم است که این رفتار ما فرزندان آیا با جمعیت، با خلق و وطن، با پدر و مادرمون خوش می آید یا نه؟ ما با بودجه آیلمون چقدر ضرر رسانیده استادیم؟ سری پدر و مادرمون را خم کرده استادیم؟ در جمامت سروری شعبه کارهای داخلی معلوم کرد که نسبت این 20 نفر راننده قهرمان داخلی ناخنک موافق قانون چاره دیده می شود و البته از آنها جریمه ستانیده می شود. اگر این حالت تکرار شود آنها به مدت 15 شبانه روز به حبس ماموری کشیده می شوند. همون پیشتر شدگی توی زکسش برورده همون پدر مادرش چغانده هر یکش برشان دادم که چه خیلی مجنویه چه خیلی های کسی هم به حجت های که برومسی هم من حاضر من بازم رید گذارونده همین زکس های من سیت چورت زکس برومس همون های دیسی التماس میکرم پدر مادر رو همین بشکنه یوش به مجنویتون نتیتون خویده روی نکرسه هست کجا هونده ده قطار سه قطار حرکت کسی هم و ممکن نیه خویدنده اما لازمش باشد اگر همون چورت گفتگی زکس و چورت مجنه همون چورت مجنه محله رئیسوی هم همون تو پدر مادری توی کرسگی شخصی هم همون چورت ماشینه زوید نکنن زکس با از چورت زوید که برو مرگوشونن این کمش یه همین 650,000 جریمه کرسیم کمش کتی. برای عهد نکاح 4 ماشین معین کرده شده است اما هستن آنهایی که به این ترتیب عموما عمل نکرده استادن. امروز در نتیجه گزراندن تدبیر از جانب کارمندان حرکت بیخطری راه ناحیه سوخ معلوم گردید که یک چند نفر جوانان به حجت رانندگی ماشین اداره میکنند. نسبت آنها نیز موافق قانون چاره دیده شد. سلاله تیموریان که اساس گذارش سرکرده بزرگ امیر تیمور می باشد از خود میراث گرانبهای علمی فرهنگی را به ما گذاشتند. یادگاری های معماری تاریخی تیموریان تا هنوز اهل عالم را مفتون می سازد. مخبری تلویزیونی سوخ در ولایت تاشکند جواهر غنیجانف از آثارخانه دولتی تاریخی تیموریان که هر روز پرپر از سیاحان خارجی می باشد گزارش آماده ساخت. واقعا هم امیر تیمور سرکرده بزرگ سطح جهانی به شمار می رود. آموختنی فعالیت حربی سیاسی، کارهای بنیادکاری و آبادانی او، جهتهای دیگری فعالیتش. اینچنین تاریخ سلاله او را تدقیق کردن نه فقط وظیفه مهمی تاریخ شناسان و جوانان مقتدر بلکه هر یک فرد جامعه می باشد. آنهایی که معلومات های تاریخ سلاله تیموریان را دانستن می خواهند می توانند به آثارخانه دولتی تاریخ تیموریان سیاحت کنند. آثارخانه دولتی تاریخ تیموریان که در پایتخت کشور جایگیر شده در اینجا معلومات های خیلی مهم درباره تاریخ تیموریان که در ماورانهر دولت متمرکز را برپا نموده حدود دولت خود را خیلی وسیع نمودند دوچار می آید. حالا یک جایه به دور تیموریان سیاحت می کنیم. آثارخانه دولتی تاریخ تیموریان
آثارخانه تاریخی در نزدیکی خیابان امیر تیموری پایتخت کشور سال 1996 برپا کرده شده است. بینای آثارخانه در تخت‌کرسی مخصوصی آهن و بتونی با چارچوبه دوره شکل بام گنبدزار در اساس عناصر معماری اثرهای میانه ساخته شده است. بینای آثارخانه از سه آشیان عبارت بوده، در ساختمان آن ستونهای آهنین، بلوکهای گوناگون بتونی و تجهیزات سبک سونی ساختمانی استفاده شدند. برای انجام دادن سطح دیوار از مرمر استفاده بردند. زیاده از 30 لیستره خرد و کلان، 50 چراغ، وزنش 2 تن، بلندیش 8 متر، با لیستره زمرد آرو داده شده است. از این جهت امروزها آثارخانه مذکور پرپوری سیاحان خارجی می باشد. یکی از سیاحان را که با تاریخ مردمی آسیای میانه شوق زیاد داشته است و از بنگلادش به کشور ما آمده است، برشته صحبت کشیدیم. I am from Bangladesh. On 23rd October I came here. I stayed 2 days in Tashkent. من از بنگلادش هستم. به ازبکستان روز 23 اکتبر آمدم. در مدتی دو روز در تاشکند ایستادم و بسیار جایها را تماشا کردم. بعد به بخارا رفتم. یک روز در بخارا بودم. روز دیگر در سمرقند بودم. در سمرقند بسیار آبیده‌های تاریخی را تماشا کردم. باز به تاشکند برگشتم و حالا در مهمانخانه ازبکستان اقامت دارم. چون دیده ایستادید امروز به آثارخانه تاریخی تیموریان آمدم. شما خوشبختید چون که در کشور شما هیکل امیر تیمور، قبر امیر تیمور و حتی آثارخانه او وجود دارد. امیر تیمور در تاریخ کشور شما تأثیر زیادی دارد. حالا من در اینجا ایستاده این اثرهای صنعت را تماشا میکنم و بعد از آن سوار شده به بازار چارسو و به دیگر جایها با همراهی راهبلدم میروم. من از دیدن شما ژورنالیستان خیلی شاد گشتم. خلق شما واقعا هم مهمان نواز میباشد. Nice to see you people. You are very friendly and very hospitable. Nice to meet you. Nice to see you. اکسپانت های نادری مربوط به تاریخ تیموریان در تالار نمایشگاه از آثارخانه های بزرگی ولایت های ازبکستان آورده شدند. اینچنین اکسپانت ها از نمایشگاه بخشیده به 660 سالگی امیر تیمور که در سال 1996 در شهر پاریس برگزار گردیده است به آثارخانه دولتی تاریخ تیموریان آورده شدند. در آثارخانه یادگاری های آرکیولوژی، اتنیکی، نومیزماتیکی، دستنویس ها و نمونه های صنعت تصویری موجودند. معلوم است که امیر تیمور و سلاله آن در تاریخ ماورانهر موقع خیلی مهم را اشغال میکنند و آنها در تشکیل دولتی متمرکز، کارهای آبسازی و بنیادکاری، شهرسازی، رشد علم و معرفت در کشور کارهای بزرگ را انجام دادند. تماشابینان عزیز تا قدر امکان درباره آثارخانه تیموریان و معلومات های مهمی تاریخ آن دور شما را شناس کردیم. جواهر غنی جانوف، اسدبگ عبدالرسولوف مخصوص برای پیام روز تلویزیون سرخ از شهر تاشکند. بهترین زعفران در جهان از آن کشمیر و شمار می رود. طبق معلومات زعفرانی که در ناحیه سوخ پرورش کرده می شود از آن کم نیست و امروز زعفرانی کارپراتی استحصالی صادراتی سوخ شفران در جریان تحلیل قرار دارد. زعفران گیاهی است که گلهای زرد سرخچتابی خوشبوی دارد و در طب و خوراکواری به کار می رود. در بازار جهان خریدارگیر بوده بیشتر از آن برای دارواری و عطاری استفاده می برند. این گیاه را اساسا در سوخ برای ناحیه های کوهی پرورش کرده ممکن است. در دنیا بهترین زعفران در شهر کشمیر هندوستان پرورش کرده می شود. الحال ما در حدود موضع ورگن ناحیه سوخ قرار داریم و تقریبا از ما در 300 متر بالاتر شهروندان جمهوری برادری قرغیزستان استقامت میکنند و در اینجا در میدان 12 گکتر کارپرست استحصال شفران اکسپورت براه مانده شده است. در اختیار کارپرست استحصالی و صادراتی سوخ شفران به حساب عمومی 12 گکتر میدان موجود بوده، برای تجربه در 3 گکتر آن پرورش زعفران براه مانده شده است. حالا در اینجا موسم حاصل غنداری سر شده است، یعنی هر روز گلهای این گیاه را کارگران کارپرست چیده ایستادند. من حاضر ما 12 گکتر سوخ شفران اکسپورت اشلب چخر کپیرست ما زمین جدو کشیده بود. حاضر من 3 گکترش بکرده من حاصل وقتی چیده نشد. حاضر چند سویم چنک چه ها هر روزی 12-13 تا ادم چنک با برامده چند سویان. این چیز یکم دور بار سیخل بجدو میشد. من همون چیز زفران گفته گی
دوروار چیز اینا یکم دوروار جدا کرده میشد سونه زیروار سونه پرفومیره اینده پرفومیره شوز مونده نیستو اساسا دوروار مونده روح پا مونده شدگی این چیز خدا خواهد بازاری داخل وای کردم تامین کردم لیکن نیتمو اکسپورت ببروردن. طبق معلومات رهبری کارپراسیا زعفران سوخ را الحال متخصصان کافدره انکولوژی اینستیتوت طبی اندیجان سنجیده ایستادند و آنها تخمین کرده ایستادند که زعفران سوخ برای تبابت بیماری های انکولوژی و پیشگیری آن نفع زیاد دارد. البته بعد تحلیل نتیجه های آن معلوم کرده می شود. این چیز سوخ شفران محصولات داروواری زعفران مایا در اینستیتوت اندیجان کافدره انکولوژی کوربرسوس این انکولوژی کسلوا دوره گفته تصدیق یابد خدا خواهد با اینمو ناز روح بمونده شده میشد دورگیش. امروز ها در کپیراسی ما 18 نفر آدمان کرکتی تامین شدگی. $100,000 به لویه و در اومدگی ما قرار کمیسی ریسپولیکا و اگر اون چیز حاضر جدو کردن عرفشنده جدو کرده شود کمشکتی 100 نفر کرکتی تامین میکنیم. ما این اکسپورتا به ملال برواردن به امکانیتمون میشد. لایحه کارپراسی استحصالی و صادراتی سوخ شفران از جانب کمیسی حکومت پذیرفته شده برای گرانت پیشنهاد گردیده است و اگر گرانت جدا کرده شود کارپراسی فعالیت خود را باز هم وسیع نموده برای نزدیک 100 نفر امکان جای کار را پیدا میکند. بغیر از این با نام سوخ شفران محصولات این کارپراسی به بازار جهان برآورده میشود. در پایتخت کشور تنها برای سیاحان در یک روز یک تن آش تیار کرده می شود. از آن اساسی سیاحان خارجی استعمال می کنند. آشخانه مذکور برای 350 کس جای نشست دارد. مخبر تلویزیون سوخ جواهر غنی جانف گزارش آمده ساخت از مرکز پلو. پلاو یکی از طعام‌های ملی مردم ماست که در سراسر آسیای مرکزی و فراتر از آن معمول است و روش‌های گوناگونی پخت و پز دارد. طبق معلومات‌ها خوش‌طعم‌ترین پلاو در ناحیه سوخ آماده کرده می‌شود، زیرا مزه برنج سوخ شیرین است. کشاورزان می‌گویند که اصلاً آب دریای سوخ شیرین بوده، طعم آن با برنج نیز می‌گذرد. از این جهت آشی که در ناحیه سوخ آماده کرده می‌شود، نسبت به پلاو دیگر حدودها خوش‌طعم می‌باشد. در پایتخت کشور نیز برای سیاحان پلاو تیار کرده می‌شود که طبق بعضی معلومات ها آنها نیز بیشتر از برنج دیوزیره چونغره و سوخ استفاده میبرند. آشخانه 5 دیگ یعنی بیش خوزان در مرکز پایتخت کشور جایگیر شده هر روز در اینجا زیاده از یک تن آش پخته فروخته میشود. حالا ما در این آشخانه مشهور قرار داریم. وقتی ما به مرکز آش رفتیم دیدیم که خریداران اساسی در اینجا سیاحان خارجی می باشند. خصوصا سیاحان از روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکیه و ژاپن و چین بسیار بودند. آنها نه فقط آش استعمال می کردند بلکه جرایان تیار کردن آش را توسط تلفن به نوار گرفتند در شبکه های اجتماعی جایگیر می کردند. آشخانه مذکور در یک روز به نزدیک 10,000 نفر خدمت می رساند. در پایتخت یگانه مرکز پلو به شمار می رود. از همه مهمش سیاحان خارجی که به پایتخت کشورمون می آیند پیش از همه برای استعمال پلو به این مرکز می آیند. ما هم از آش اینجا استعمال کرده استادیم. واقعا هم مزه خوب دارد. اعتراف باید کرد که سالهای اخیر در ازبکستان ساحه توریسم خیلی رواج یافته است و در پایتخت کشورمان این مرکزی پلاو نیز در جلب سیاحان خارجی نقش مهم دارد. طبق معلومات ها در دوام 9 ماه سال جاری ازبکستان از حساب ساحه سیاحی 1.7 میلیارد دلار درآمد به دست آورده است. از روی معلومات تشکیلات سیاحی عموم جهانی ازبکستان در روی خط 20 دولتی که ساحه سیاحی با شدت رواج می یابد در جای 4 قرار دارد. جواهر غنی جانف، اسدبیک عبدالرسولوف مخصوص برای پیام روز تلویزیونی سوخ از پایتخت کشور. در دوام هفته سپری شده استاده در مکتب رقم 30 ناحیه سوخ مشورت با اشتراک جانشین دیرکتور مکتب ها اید به کارهای معنویت و معرفت برگزار گردید. گزارش نوبتی ما در همین خصوص.
در مکتب تحصیلات عمومی رقم 3 واقع در محله آفتابروی ناحیه سو خواهید به مسئله های بلند برداشتن ثمرناکی کارهای معنوی و تربیوی و تامین پیوستگی تربیه معنوی سمینار برگزار گردید. در چهارابینی که در شکل مکالمه گشاد با اشتراک معاونان دایرکتوری مکتب ها آید به کارهای معنوی و تربیوی روانشناسان دایر گردید و مشکلات بلند برداشتن معنویات جوانان در مؤسسه های تعلیمی و راه های حل آنها توجه ظاهر کرده شد. مسعودجان سلیمانوف مدیر بخش ولایتی مرکز معنوی و معرفتی به آن توجه ظاهر نمود که مکتب مکان تعلیم و تربیه می باشد. امروز در مملکت ما چون در تمام ساحه ها در سمت معنوی و تربیوی کارهای بزرگ به جا آورده می شوند، خصوصا در ساختار تعلیم برای بلند برداشتن کارهای معنوی معرفتی کارهای نظررس انجام داده می شوند. ما امروز از مکتب های تحصیلات عمومی ناحیه سوخ دیدن کردیم که در برابر بلند برداشتن صفت تعلیم و تأمین پیوسته چهارابینی های معنوی توجهی خواسته داده می شود. مخصوصا ما از دیدن آن که جوانان سوخ امروز به آموزش تاریخ دیارمان آموختن ارزش بی‌نظیر معنویت ما سعی و حرکت دارند خیلی خرسند شدیم. در صحبت با جوانان شاهد آن گردیدیم که آنها اصلاحات ها را در مملکتمان از تحت دل حس می کنند. باید تذکر داد که حتی در دوردست‌ترین محله های ناحیه سوخ برای تحصیل و از خود نمودن دانش های معاصر جوانان ما تمام شرایط فراهم آورده شده است، مخصوصا با مقصد پرمضمون تشکیل نمودن وقت خالی جوانان ما در مکتب ها بازی های گوناگون، المپیاده 5 تشبث مهم و لایحه های گوناگون عملی گردیده جوانان دیگرگونی ها را در این کشور نفس اصلاحات را در ازبکستان احساس می کنند. ما امروز با جاینشین های دایرکتور آید به کار تربیوی و معنوی مکتب ها و پسیخالوگ ها وظیفه امروز در پیش ایستاده را محاکمه نموده نقشه های آینده امان را معین کردیم. باوری داریم که این کارهای ما در مکتب های ناحیه سوخ تجربه بی نظیر را در ساحه معنوی و معرفتی به وجود می آورد. در مشورت به مسئله تعلیم و تربیه نیز دخل کردند و ذکر نمودند که امروز ها برای تعلیم و تربیه گرفتن نسل جوان از جانب دولت امکانیت و شرایط های ضروری فراهم آورده شده است، فقط از آن عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن لازم است. در سمینار از معاونان دایرکتور مکتب ها نیز به سخن برآمده درباره بلند برداشتن کارهای معنوی معرفتی در دبستان ها تکلیف های خیش را پیشنهاد کردند. بعد آن یک گروه فعالناک ترین جانشینان دایرکتور مکتب ها آید به کارهای معنوی و معرفتی با افتخارنامه و تحفه های مخصوص بخش ولایتی مرکز معنوی و معرفتی قدردانی کرده شدند. بعد انجام مشورت مهمانان از فعالیت محفل های مکتب رقم 3 دیدن کردند. می توان گفت که در مکتب مذکور محفل های گوناگون در دایره 5 تشبث مهم براه مانده شده است و در آن محفل ها خوانندگان خیلی فعال اشتراک میکنند. مهمانان به فعالیت کارهای معنوی معرفتی دبستان مذکور بهای بلند دادند و ذکر نمودند که تجربه مکتب مذکور را در این سمت در دیگر مکتب های ناحیه سوخ جاری نمودن ضرور است. برای پاس داشتن رواج دادن قدریات های ملی مان در مکتب های میانه مخصوص و عالی کشور تدبیر و چارابینی ها با مناسبت روز قدریات های ملی برگزار گردیده استاده است که چنین چارابینی در مکتب کسب هنری ناحیه سوخ نیز گذرانیده شد. در مرحله نوین ترقیات ازبکستان آید آموزش و ترغیب میراث علمی نیاکان و قدریات های ملی چاره های وسیع مقیاس عملی کرده می شوند، زیرا پاس داشتن قدریات های ملی و به نسل فردا به آسیب و گزند رسانیدن آن از وظیفه های اولین درجه هر یک فردی صاحب معنویت به شمار می رود. در دایره روز قدریات های ملی در مکتب کسب هنری ناحیه سوخ بین دانش اندوزان از روی رقص ملی، لباس ملی، سرود های ملی و طعام ملی آزمون تشکیل کرده شد. می توان گفت که خلق های آسیای میانه به خصوص تاجیکان و ازبکان با برابری تاریخ غناوتمند داشتن عرف و عادت و انعنه و قدریات های ملی خود را دارند و تا به امروز به آن صادق مانده و برای ترغیب آن کارهای وسیع مقیاس را انجام می دهند. من امروز در مکتب کسب هنری ما تدبیری قدریات های ملی گذرانیده شده استاده است. ما در این تدبیر لباس های ملی، طعام های ملی و سالاد های ملی ساخته استاده ایم. ما خدا خواهد در این تدبیر غلبه میکنیم، گفتگو میتندیم. واقعا هم آزمون مذکور در آموزش و ترغیب قدریات های ملی خلقمان که از گذشتگانمان تا به ما آمده رسیده است اهمیت خیلی مهم کسب نمود. دانش اندوزان از روی نامینیاسیا ها با هم قوازمویی کردند و برای غالب شدن کوشش زیاد به خرج دادند.
من امروز در مکتب کسبی هنری ما بخشیده به قدریت های ملی تدبیر گذرانیده شد. در آن طلبگان مکتب فعالانه اشتراک کردند و به خود خلاصه های درکاری را گرفته. بغیر از این در دویره روز قدریت های ملی در مکتب کسبی هنری تحت شعار با ورزش سوی حیات سالم مسابقه از روی نمودهای معمولی ورزش ششکه، شاهمات، گوشتین، تنیس روی میزه برگزار گردید. در مسابقه های ورزشی نیز خوانندگان مکتب مذکور خیلی فعال اشتراک کردند. بعد انجام چهارابینی اشتراکداران بهترین و غالبان آزمون و مسابقه از جانب ماموریت مکتب کسبی هنری تقدیرانیده شدند. عزیزان دلودیده، در همین جا به بخش خبری و تحلیلی هفته حسنی انجام می بخشیم، اما شما از ما دور نشوید، زیرا برنامه های تلویزیونی سخ دوام دارد.